سلام رفقا، حالتون چطوره؟ به چنل خودتون خوش اومدید. آقا اومدیم دوباره با یه پروژه خیلی خفن داخل کابل دارن اجرا میکنن، ساخت اولین بار داخل کابل، ساخت مترو. جدا؟ آره، دارن اولین متروشون رو داخل افغانستان ایجاد میکنن، اونم یعنی داخل کابل. تازگیاست؟ آره، خبر جدیده انگار. او باز دوباره صداشون در باز اومد. صداشون در اومد. آره، دارن کارهای خفن دارن میکنن. اصلا خیلی خوشحال شدم، واقعا میشوم که کارهای خفن دارن میکنن. بچه حرف زیادی نمیزنیم، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، خیلی عشقید. بریم سراغ ویدیو. میبینی اون تر اول شبیه سازیش بود دیگه، دوست. که میخواستن همچین چیزی رو بسازن. یه امیدوارم همین شکلی که میگن مثلا سیستمی کامپیوتری درست میکنن همون جوری هم باشه واقعا. نگاه همینم هست دیگه. چرا خانم چی نظر دارن؟ مردم روزی که سرک افتتاح میشد کارش بسیار خوش بودن و خوش هستن. قطار که بوده، قطار رو مثلا اومده بودن چیز کردن، ولی الان داخلش میخوان مترو بسازن. حال نمیدونم، میگم بچه ها این ساعت ویدیو را ما زیاد نمیدونیم، بچه که داخل افغانستان بعد بار ما بگن چون اطلاعات زیادی نداریم. حالا میگم لینک اصلی هم میذارم، حتما برید چنل دوستمونم سابسکرایب کنید، اونجا چنل ویدیو اصلیش هست. قبل از هر چیزی باید تبریک بهشون بگیم بابت این قطار یا متروی که قراره تو کشورشون زده بشه. دقیقا از این که واقعا میبینیم که دارن این همه پیشرفت میکنن. حالا به هر حال میگم آره، پیشرفت جدیدی دارن میکنن دیگه، به داد مردم میرسن. خیلی عالی، خیلی خوش بودن و خوش هستن. ساخت بزرگترین سرک برای اولین مترو در سطح افغانستان. تخریب خانه های این چیز دارلمانه، ساختمان دارلمانی که رفته بودیم ریاکشنشو. بچه ها چنل گوشیم داخل چنل میتونید اینم برید حتما بید. حالا داخل ساختمان هم بچه ها گفته بودن یه ویدیو بسازید، داخلش هم حتما باید بریم ببینیم. اولین مترو در سطح افغانستان. تخریب خانه های جوار قصر دارالامان به خاطر ساخت سرک مترو برای اولین بار در افغانستان. دوستان عزیز، در این ویدیو می خواهیم برای شما درباره اولین سرک مترو در افغانستان که تحت ساخت ساز قرار گرفته است معلومات بدهیم. اگر از این گونه ویدیوها خوشتان می آید پس چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کرده و ویدیو را لایک کنید. دوستان عزیز، اولین سرک که برای مترو از واقع قصر دارالامان شروع گردیده تا شهرک حاجی نبی، یا یعنی از سمت ساختمون دارالامان میخواد شروع بشه متروش. متوجه شدم جانم. خب منم همونو دارم میپرسم، خواستم ببینم که این چه ربطی به کاخ داره. نه نه، میگه از خیابونی که مثلا چیز باشه، یا خیابونش، یعنی ایستگاه اولش اونجاست. آره فکر کنم، یا بچه گفت خیابونش خراب دارم میکنه، نفهمیدم اینه شو بشت. از واقع قصر دارالامان شروع گردیده تا شهرک حاجی، از ساختمان دارالامان شروع میشه، یا همان شهرک امید سبز امتداد پیدا میکنه که خوشبختانه این پروژه آغاز گردیده و کار ساخت ساز آن جریان دارد. این پروژه یکی از بهترین و یک اقدام نیک از طرف امارت اسلامی می باشد که می توان گفت با ایجاد این مترو مردم محل می توانند با سهولت کامل رفت آمد کنند و از مشکلات خویش بکاهند. یعنی آره دیگه، چون ببین مترو، ببین مثل ما میمونه دیگه، مترو خیلی بهتره، خیلی به صرفه تره، چه از نظر سریعتر میده، آره انتقال متنوعتره. آره دیگه میگم جایی که بخوای بری هزینه و اینا هم آدم کمتر میشه، هزینه هاش کمتر میشه، پیشرفته دیگه. اولین چیز آره میگم میگم، ولی چرا پروژه قوی نیست، پروژه قوی نیست، ولی چرا انقدر دیر اقدام کردن واسه مترو؟ من باورت نمیشه، من فکر کردم داشتن، ولی اولین چیزی که دارن میزنن من تعجبمه که چرا این همه پروژه خفن دارن میسازن، مترو این آخریه داره در میاد. خب دیگه اینو آره آمد کنند و از مشکلات خویش بکاهند. و همچنان این سرک 45 متر می باشد که میان آن 7 متر و یک طرف آن جویچه و دو طرف جویچه 7 متر می باشد
که طول این سرک 2 کیلومتر 186 می باشد که از چهارراهی قصر دارلمان شروع گردیده و تا ولی از جای خیلی خفنی هم شروع داره میشه دیگه قصر دارلمان. من خیلی دوست دارم میگم داخل ساختمونش رو یه ویدیو بسازیم حتما میگم. آره بیرونش که خفن بود، بیرونش خفن بود که خیلی. از چهارراهی قصر دارلمان شروع گردیده و تا اول شهرک امید سبز امتداد دارد که با تکمیل این پروژه بسیاری از مشکلات مردم حل می‌گردد و یک سرک فوق العاده کلان هست. و اگر در بین سرک مترو نیز فعال گردد یک کار نیک و قابل ستایش هست. دقیقا میگم دیگه همون پیشرفتی میشه که ما داریم میگیم راحتی کارا برای مردم هم میشه حتی فعال گردد یک کار نیک و قابل ستایش هست که امید هست این مترو فعال گردد و مردم افغانستان نیز از آن قدردانی خواهد کرد. دقیقه. و همچنان همین قسم در گوشه گوشه کابل کار جریان دارد و شاروالی کابل کوشش دارد که سرک هایی که خراب گردیده و یا سرک هایی که مردم به آن نیاز دارد جور کرده و آن را تکمیل کنند. آه ببین داره میگه، میگه خیابونایی که خراب کردن یا مردم بهش نیاز دارن دارن دونه دونه شو مثلا اوکیش میکنن. یعنی واقعا دقیقاً آره واقعا نیاز دارد جور کرده و آن را تکمیل کنند و به بهره برداری بسپارند تا مردم عزیز ما راحت بتوانند از یک جا به جای دیگر با سهولت کامل رفت و آمد کنند. دوست دارم در مورد این قصر بیشتر بدونم، مال کدوم پادشاه بوده و از چه زمانی هست؟ میسازیم یه دونه ویدیوشو پیدا بکنم کامله. آره دقیقشو کاملشو پیدا بکنم حتما میسازیم، چون خودم هم علاقه دارم خواهم بدونم چی به چی. حالا میگم بچه اینم خیلی خوبه از نظر اقتصادی، همه چیز واقعا میبره بالا کارو، یعنی راندوبونه کارو میبره بالا، مترو خیلی خوبه. دقیقاً. ولی واقعا دم این سیاست گرم. آره واقعا خوب به مردم داره میرسه، کار مردم رو داره را میندازه دیگه. حالا میگیم کاری نداریم به خوب و بد بودن بقیه چیزا، ولی باید. کار مردم رو دارن ردیف میکنن دیگه. امیدوارم که بیشتر از این به داد مردم برسن تا این همه سختی کشیدن حداقل یه ذره آرامش داشته باشن. دقیقا. بازم بگن یه سلسله اومد که به داد مردم رسید. حالا بچه امیدوارم شما خوشت اومده باشه، اطلاعات دقیق‌تری پیدا بکنیم در مورد این مترو حتما براتون ویدیوشو درست میکنیم. خیلی عشقین مثل همیشه، خیلی انرژی میگیم بچه ها. درخواستاتون واقعا زیاده، چه از نظر ریاکشن های مثلا به ولایت ها باشه، چه ویدیو های اینجوری باشه، چه موزیک، حتما دونه دونه شون رو میریم. یه ذره میگم سختی کار های اینا هستش ولی اوکیش میکنیم. دمتون گرم، خیلی عشقی، تا ویدیو بعدی، فعلا.